با سلام مجدد، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیو های ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. سرانجام پس از 86 سال مسلمانان در بنای تاریخی ایا صوفیه نماز جمعه برگزار کردند. هفته پیش دادگاه در ترکیه حکم کرد که استفاده از این بنا به هر منظور غیر از مسجد مجاز نیست. کلیسای ایا صوفیه در قرن ششم میلادی در قسطنطنیه پایتخت روم شرقی بنا شد. 9 قرن بعد امپراتوری مسلمان عثمانی آن شهر را تصرف کرد و با افزون 4 مناره ایا صوفیه را تبدیل به مسجد کرد. اما از زمان تشکیل ترکیه مدرن در سال 1934 این مکان به موزیم تبدیل شده بود. ایا صوفیه یکی از جاذبه های اصلی گردشگری در استانبول و جزء میراث جهانی یونسکو است. اولین نماز جمعه ایا صوفیه در نزدیک 1 قرن. با تبدیل موزیم ایا صوفیه استانبول به مسجد، روز جمعه 24 جولای پس از 86 سال دوباره در این محل نماز جمعه برگزار شد. عمر بنای کنونی ایا صوفیه به قرن ششم میلادی میرسد که به عنوان یک کلیسای ارتوکس در قسطنطنیه پایتخت امپراتوری روم شرقی ساخته شد. با قدرت گرفتن عثمانیان این کلیسا 9 قرن پس از ایجادش به مسجد تبدیل شد و با شکل گرفتن ترکیه امروزی ایا صوفیه در سال 1934 موزیم شد. این بنا یکی از جاذبه های اصلی گردشگری در استانبول و جزء میراث جهانی یونسکو است. حال با اعلام رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، قرار است دوباره در ایا صوفیه نمازهای جمعه برگزار شود. دادگاه در ترکیه 1 ماه پیش در بررسی وضعیت ایا صوفیه به عنوان موزیم حکم داد. استفاده از آن به عنوان هر مکان جز مسجد قانونا مجاز نیست. تصمیم ترکیه برای تبدیل ایا صوفیه به مسجد با انتقادهای زیادی روبرو شده و از جمله پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان آن را دردناک خوانده است. در آماده سازی ایا صوفیه برای برگزاری نماز جمعه مسلمانان، شمایل و دیوار نگاره های مسیحی آن با پارچه پوشانیده شده است. گروه های اسلامگرا و دست راستی در ترکیه از بازگشت ایا صوفیه به وضعیت مسجد استقبال کردند، اما منتقدان سکولار و چپگرای آقای اردوغان با این کار مخالفند. رجب طیب اردوغان هنگام اعلام تصمیم برای تبدیل دوباره ایا صوفیه به مسجد گفت: پس از 86 سال ایا صوفیه دوباره مسجد می شود، همانطور که سلطان محمد فاتح در حکمش آورده بود. سلطان محمد دوم ملقب به فاتح شاه عثمانی بود که در جنگ های صلیبی پیروز شد و قسطنطنیه یا استانبول امروزی را فتح کرد. سالها است که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه او به سیاست نو عثمانگری متهم شوند که توسعه طلبی و ترکیبی از ملیگرایی و اسلامگرایی با تکیه بر عناصر تاریخی را در بر میگیرد. اولین نماز جمعه قرن 21 ایا صوفیه در روزهای کرونا. علی پرلیکایا استاندار استانبول روز پنجشنبه گفت: مسلمانان مشتاقند، همه میخواهند در بازگشایی مسجد باشند. او در عین حال از نمازگزاران خواسته است برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا به یک دیگر با خود ماسک تنفسی و جای نماز به ایا صوفیه ببرند و ملاحظات لازم برای مهار واگیری را در نظر بگیرند. به گفته استاندار استانبول، کادر درمانی هم در محل حضور خواهند داشت. علی ارباس وزیر دیانت در ترکیه گفته ایا صوفیه می تواند تا 1000 نمازگزار را همزمان در خود جای دهد. انتظار می رود آقای اردوغان روز جمعه جزء نمازگزاران باشد.
آیا صوفیه همچنان برای بازدید کنندگان غیر مسلمان باز خواهد بود؟ این در حالی است که پاپ فرانسیس به تصمیم ترکیه در مورد آیا صوفیه واکنش نشان داد. پاپ فرانسیس برای اولین بار به تصمیم ترکیه برای تبدیل آیا صوفیه به مسجد واکنش علنی نشان داد و گفت تصورش هم برایش دردناک بوده است. پاپ در مراسم سنتی دعای یکشنبه در میدان سن پیتر در واتیکان اشاره کوتاهی به این موضوع کرد. آیا صوفیه یکی از تاریخی ترین بناهای دنیا جز میراث جهانی یونسکو است. این بنا تقریبا 1500 سال پیش به عنوان کلیسای جامع مسیحیان ارتوکس ساخته شد. در اواسط قرن 15 میلادی و در پی کشورکشایی های امپراتوری عثمانی این کلیسا به مسجد تبدیل شد، ولی از سال 1935 به بعد پس از اعلام جمهوری در ترکیه و با دستور کمال اتاتورک یک موزیم سکولار بوده است. شورای جهانی کلیساها از رجب طیب اردوغان خواسته است تا از تغییر این بنای نامدار از موزیم به مسجد خودداری کند. این شورا که 350 کلیسا عضو دارد، با آقای اردوغان نوشت که این اقدام باعث کاشتن بذر اختلاف بین اندیشه ها می شود. آقای اردوغان این تصمیم را جمعه اعلام کرد پس از اینکه دادگاه قانونی بودن موزیم بودن این بنا را لغو کرده است. مقر شورای جهانی کلیساها در ژنو است و نماینده 500 میلیون مسیحی است. در نام آیوان ساکا منشی قائم موقت این شورا به آقای اردوغان با ابراز سوگ و نومیدی آمده است که با تغییر مجدد آیا صوفیه به مسجد شما نشانه های مثبت دال بر پذیرا بودن ترکیه را معکوس و آن را به نشانه محروم سازی و جدا سازی بدل کردید. در این نامه آمده است که این تصمیم ناگزیر باعث دودلی شک و سوء اعتماد خواهد شد و تمام تلاش هایی را که برای نزدیک کردن ادیان صورت گرفته است تضعیف می کند. به خاطر ترویج درک متقابل، احترام، گفتگو و همکاری و برای جلوگیری از پروراندن دشمنی و اختلافهای دیرین، مصرانه از شما تقاضا داریم در تصمیمتان تجدید نظر و از آن خودداری کنید. رهبران مسیحی اتحادی اروپا و یونسکو این تصمیم را که شورای دولتی ترکیه گرفته است محکوم کرده است. استدلال شورای دولتی ترکیه این است که این بنا ملک خصوصی محمد شاه عثمانی بوده و او آن را از کلیسا به مسجد تبدیل کرده است. آقای اردوغان از این تصمیم دفاع کرده و گفته است که ترکیه در تبدیل آیا صوفیه به مسجد حق حاکمیت خود را اعمال کرده است. با این حال عرفان ثابتی پژوهشگر تاریخ در یادداشت برای صفحه ناظران به چرایی تبدیل آیا صوفیه از موزیم به مسجد پرداخته و ریشه آن را در تفکر احیای امپراتوری اسلام عثمانی از سوی رجب طیب اردوغان و طرفدارانش در مخالفت با جهان مسیحیت اروپایی و سکولارهای داخل ترکیه می داند. وقتی در سال 1453 عثمانی قسطنطنیه را فتح کردن، بیش از 1000 سال از زمانی می گذشت که اهالی آن شهر خود را رومی می خواندند. این شهر در قرن 7 پیش از میلاد در قلمرو یونان باستان بنا به نهاده شده و پیش از آن که در قرن 4 میلادی آن را به پایتخت امپراتوری روم شرقی بعدی برگزیدند. بیزانتیوم یا بیزانس نام داشت. زبان رسمی این امپراتوری یونانی و دین رسمیش مسیحیت یونانی بود. نام ترکیه تنها در قرن 20 برای متمایز کردن جمهوری تازه تأسیس ناحیه آناتولی از عربهای ساکن قلمروهای پیشین امپراتوری عثمانی رواج یافت. بتانی، هیوز، استانبول، قصه سه شهر 2017. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از تازه ترین و مهمترین رویدادها و مطالب افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، تا از چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید.
همچنان برای بهبود هرچی بیشتر برنامه‌های بعدی ما نظریاتتون را با ما شریک سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی بدرود.